حاصل عمری به دمی بفروشیم، صد خرمن شادی به غمی بفروشیم. در یک دم اگر هزار جان دست دهد، در حال به خاک قدمی بفروشیم. جناب ابو محمد مشرف الدین مصلح ابن عبدالله ابن مشرف سال 650 حقیقت زندگی رو به همین سادگی و روشنی تصویر کردند و ما امروز 700 سال بعد هنوز اندر خم یک کوچه ایم. نتیجه برای گذر از این کوچه تاریک به فانوس کلام شیخ اجل پناه خواهیم برد در دقایق آتی. ما در این قسمت از مورخ رفتیم سراغ استاد سخن، کمی از زندگی ایشون گفتیم و البته از تأثیری که بر دنیای ما گذاشتند سخن گفتیم. این شما و این عالی جناب سعدی. سلام، من احمد هاشمی هستم و اینجا پادکست مورخه. بریم ببینیم چی شد. به سنت همیشگی تیم مورخ، منابع این قسمت رو خدمت شما معرفی میکنیم. اول آثار حضرت سعدی، بوستان سعدی، گلستان سعدی، غزلیات سعدی و حزلیات سعدی. دوم مطالب سایت گنجور. سوم سایت پرورش افکار .com. چهارم ژورنال ادبی دانشگاه علامه. پنجم مقالات منتشر شده توسط انتشارات پیام عدالت. و در نهایت ششم مقاله شعر سپید وامدار سعدی، اثر کوروش کمالی سروستانی. و اینجا یادآوری کنم در انتهای این قسمت هم ویدیوهای ارسالی از طرف شما خوبان رو با هم خواهیم دید. حالا بریم در دل تاریخ. گاهی شنیده می شود که اهل ذوق اعجاب می کنند که سعدی 700 سال پیش به زبان امروزی ما سخن گفته است، اما حق این است که سعدی 700 سال پیش به زبان امروزی ما سخن نگفته است، بلکه ما پس از 700 سال به زبانی که از سعدی آموخته ایم سخن می گوییم. یعنی سعدی شیوه نثر فارسی را چنان دلنشین ساخته که زبان او زبان رایج فارسی شده است. این کلامی بود از محمد علی فروغی، نویسنده و سیاستمدار ایرانی که در دوره پهلوی سه بار هم به عنوان نخست وزیر خدمت کرد. جناب فروغی البته بیراه نگفتند. چرا؟ شعر و نثر شیرین سعدی همواره به عنوان یکی از منابع متداول آموزش زبان فارسی مطرح بوده و هست و خواهد بود. چرا حالا؟ چون حضرت سعدی عمیق‌ترین عواطف آدمی رو به بهترین و ساده‌ترین شکل ممکن پرورش داده واقعاً. و زمانی که رو آثار ایشون نازکشی می‌بینیم که محتوای خیال بازیگوش و عشق پرور خودش رو ایشون جوری بیان کرده، انقدر ساده بیان کرده که مخاطب عام هم بی اختیار به صداقت کلام و پیامش ایمان میاره. اینه واقعیت سعدی. گرچه تمام مخاطبان سعدی به اینهایی که بنده گفتم اعتقاد ندارند، هستند بعضی که نظرات دیگری درباره ایشون دارند. چه نظراتی؟ اجازه بدید در ادامه مفصل عرض خواهم کرد. سعدی عمیق نمی اندیشید، بلکه تنها مطالب را به زیبایی بیان می کرد. این هم نظر جناب احمد شاملو بود درباره استاد سخن. البته آقای شاملو اساساً آدم خوشبینی خوب نبود، روحشون در آرامش، و این هم یک نمونه از خوشبین نبودن ایشون که خیلی نگاه مثبتی به حضرت سعدی نداشتند. یه مثال دیگه هم بزنیم. علی شریعتی تو کتاب زن در چشم و دل محمد از روابط عاشقانه سعدی با پسران شکایت داره. خیلی از اشارات سعدی به شاهدبازی بسیار شاکی علی شریعتی. البته ایشون تنها نبود، چرا که مثلا آرش نراقی، نویسنده و مترجم و نواندیش دینی معاصر ما، هم مغازله یا همون عشق بازی جنسی با کودکان و نوجوانان در اشعار سعدی رو خیلی زشت و قبیح میدونسته. پرانتز یادآوری کنم، یه قسمت مفصل درباره
علی شریعتی ما صحبت کردیم در مورخ. پیشنهاد میکنم ببینید، بشنوید از پادکست مورخ. در نهایت درباره این که آیا این نوع عشق بازی که سعدی درباره اش صحبت کرده، همین مثلا عشق بازی جنسی با کودکان و نوجوانان، شاهد بازی، مغازله یا چیزهای از این دست، آیا این عشق بازی ها به قول مثلا معلم فارسیمون یا کارشناس شبکه 4 عشق بازی عرفانی بوده یا نه، بحث دیگری است. قضاوتش با شما، یعنی عرفانی بوده یا حقیقی بوده، واقعا سرش بحثه، کسی هم نمیتونه قطعی بگه. اما از دل این انتقادات یه اصطلاحی زاده شده، انتقاداتی که به حضرت سعدی هست، یک اصطلاحی زاده شده به نام سعدی کشی. و این سعدی کشی یعنی چی؟ طرفداران سعدی در پاسخ به منتقدان سعدی میگن که شما میخواید سعدی کشی کنید. در واقع در مقابل ادعاها و ابهاماتی که مطرح میشه از طرف منتقدان سعدی میگن سعدی کشی نکن دیگه. ما در دقایق آتی البته به این سوالات، به این ادعاها و ابهامات و اینکه درست یا نه پاسخ خواهیم داد. اجازه بدید پیش از ادامه یه نکته رو عرض کنم. از اونجایی که دوران درخشش سوژه این قسمت مورخ، یعنی حضرت سعدی، مربوط به حدود 700 سال پیش از اینه، طبیعتاً ما مجبوریم یه جورایی از خیر اطلاعات قطعی زندگی سعدی بگذاریم. چرا؟ حتی قدیمی ترین منابع بخش بزرگی از اطلاعاتشون رو از آثار خود سعدی ازن اقتباس کردن. نتیجه باید پازل ها رو کنار هم شید. این اولین دست انداز در مسیر روایت ما در این قسمت. یکی دیگه هم داریم، یه دست انداز دیگه، اونم حجم بالای اطلاعاتی است که در رابطه با سعدی مطرح شده. اگر این حجم بالا رو با مدت زمان و تاریخ قیاس کنیم، میبینیم اصلا غیر ممکنه. خب این حجم از اطلاعات نمیتونست اتفاق بیفته. در واقع تار و پود کلام سعدی آمیخته است با افسانه و استعاره. به همین جهت ما در این قسمت تمرکزمون رو با اجازه شما خواهیم گذاشت روی حقایقی که قابل اطمینانند و فکت هایی که وجود دارند. بریم سراغ حضرت. به عقیده یان ریپکا، شرق شناس و یه آدم قوی اهل جمهوری چک که مترجم و استاد زبان فارسی هم هست، از اون بر بنابر تایید عباس اقبال، مورخ و ادیب معاصر خودمون، جناب سعدی میتونسته بین 610 تا 615 هجری قمری متولد شده باشه. زمانی که از سالهای 500 تا 600 هجری قمری صحبت میکنیم، باید ایرانی رو تصور کنیم که تحت حکومت سلجوقیانه و به جهت وسعت سرزمینی و البته شیر تو شیری اوزا عمرن با یکی دو حاکم اموراتش انجام نمیشد. این شرایط ایران زمان تولد سعدیه. مثال بزنیم، شیرازی که سعدی درش به دنیا اومد دست اتابکان فارس یا سلغوریان بود. یعنی یه جورایی هر گوشه ی ایران البته به اون بزرگی یا حاکمی داشته برای خودش. یه مقدار از خانواده سعدی بگیم. پدر بزرگ ایشون از ملازمان دربار آقای سعد ابن زنگی بوده، اتابک فارس. اسم کوچیک سعدی هم که مصلحه، از نام همین پدر بزرگش برداشته شده که ایشون هم اسمش مصلح بوده. حالا اوضاع احوال شیراز چطور بوده؟ زمان حکومت این آقا، یعنی سعد ابن زنگی، اوضاع شیراز خوب بوده، بد نبوده. شیراز به عنوان یکی از مهمترین نقاط استراتژیک ایران سلجوقی به حساب می اومده. از اون بر حاکم شیراز هم آقای سعد ابن زنگی حاکمی بوده عادل. البته در ادامه از ایشون و پسرش مفصل صحبت خواهیم کرد که در داستان ما جایگاه ویژه‌ای دارند. تو دوران جناب مصلح یا همون حضرت سعدی، مدارس موجود غیر از علوم دینی و الهیات و ادبیات و علوم پزشکی و ریاضی چیز دیگری درس نمی دادند. و همین هم شد که مصلح نوجوان هم جذب علوم دینی شد. خیلی انتخاب نداشت. چه کرد؟ زیر نظر پدر بزرگش علوم دینی یاد گرفت. سعدی جلوتر که بریم، در اشعارش از این پدر بزرگ بسیار به نیکی یاد کرده، خصوصا که نقش حضور این مرد در نبود
پدر بسیار پررنگ بوده. جناب مصلح یا حضرت سعدی پدرش رو در حدود 12 سالگی طبق اسناد موجود از دست میده و با پدر بزرگ مادرش مسعود ابن مصلح فارسی زندگی میکنه. جالب، مصلح جوان خواهرزاده قطب الدین شیرازی هم هست که یکی از بزرگترین و تاثیرگذارترین دانشمندان و عالمان قرن هفتم ایشون. تأثیری که این آدم قطب الدین شیرازی رو پیشرفت حکمت، فلسفه، هنر، حتی پزشکی گذاشته واقعا عجیب غریبه، قابل چشم پوشی نیست و به طور کلی از قدیم هم میگن حلالزاده به کی میره؟ شما بفرمایید، به دایش میره دیگه، اینم دایش. نتیجه، آقای مصلح جوان یا همون حضرت سعدی قصه ما به راه دایی رفت و کجا بهتر از شیراز برای شکوفایی ذوق و قریحه یک شاعر. همه چیز داشت خوب پیش میرفت، اما افتاد مشکل ها. ناگهان فاجعه ای از راه رسید و زندگی همه ایرانیان رو تحت تأثیر قرار داد. از کدوم اتفاق صحبت میکنیم؟ مغول. حمله چنگیز خان مغول. درباره حمله‌ای داریم صحبت می‌کنیم که صدها بار بیش از خسارت‌های اقتصادی، صدمات فرهنگی و روحی برای ملت ایران زمین به جا گذاشت. زمانی که مغولان به ایران حمله کردن چه کردند؟ مغولان مراکز علمی و فرهنگیمون مثل کتابخونه‌ها رو آتیش زدن، کلاً شهرها ویران شد، قنات‌ها و آبراه‌ها که در طول قرن‌ها ساخته شده بود تخریب شد. از اون بر صنعتگران ایرانی رو سود کردن سمت مغولستان، برید اونجا اسما گار کنید. حالا مصلح نسبتاً جوان داستان ما اینا رو میبینه، نمیتونه تحمل کنه، اصلا حالش بد میشه، درک نمیتونه بکنه. از اون بر صغیر و کبیر جونشون رو برداشته بودن، زندگی رو ول کرده بودن، پیچیده بودن، به بازی از ایران رفته بودن و مصلح 14 ساله هم همین کارو کرد، جمع کرد، از شیراز رفت. کجا رفت؟ بغداد. زندگی مصلح در بغداد صرف تحصیل در مدرسه شبانه روزی نظامیه شد. روزهای مصلح هم پر بود از قرآن، فقه، حدیث، اصول، طب، فلسفه و نجوم. تا میتونست داشت درس میخوند. حالا یکی از اهداف اصلی مدرسه نظامی اون زمان چی بود؟ تربیت قاضی. در واقع تربیت قاضی، فقیه و محدث اهل سنت. هدف اینا بود دیگه، یکی از اهداف مهم اینها بود. سعدی هم قرار بود بشه یکی از قضات و فقها و محدثین دین. حالا این جالبه، سعدی زمان تحصیل از دانشگاه نظامی پولم میگرفته، خرجی میگرفته، بورسیه بوده، شاید اول طوری بوده دیگه. و حالا یکی از نقاط عطف زندگیش هم اینجا ایجاد میشه. تو دوران تحصیلش تو بغداد بسیار متأثر میشه از افکار امام محمد غزالی، که کی بوده ایشون؟ از بزرگ مردان تصوف بوده در سده پنجم هجری. پرانتز باز کنم، این آقای غزالی مسلمانان رو بسیار از خردگرایی و فلسفه دور میکرد، میگفت نرید اون سمتیا، و تاثیرگذار هم بود روی این موضوع. معتقد بود ایشون که فلسفه مایه ضعف مسلمانانه و کلن آی ایها الناس مسلمان، دنبال فلسفه و خردگرایی نمیرین، ببینم کسی رفته، خودتون میدونید. بله، اما غزالی تنها اندیشمندی نبود که سعدی تحت تأثیرش قرار گرفت. به هر حال داریم از زندگی تو پایتخت امپراتوری عباسی و بغداد اون زمان صحبت میکنیم. اصلا عجیب غریبه این برهه بغداد در تاریخ، و دیگه هم روی خوش ندید یه جورایی بغداد و عراق امروزی تا همین الان که با هم صحبت میکنیم. اجازه بدید برای درک بهتر این مسئله که بغداد اون زمان چه جور جایی بوده، اشاره کنیم به نظر جناب پروفسور جورج سالیوان، استاد مرکز اسلامی و عربی دانشگاه کولومبیا. چی میگه ایشون؟ نقل قول کنم. نوشته: تنها در دو قرن اسلام قلم روی خود را از اسپانیا تا مرز هندوستان گسترش داد. تقریبا یک سال طول میکشید که از یک گوشه امپراتوری به گوشه دیگر آن سفر کنی. مرکز آن در یک شهر افسانه‌ای بود به نام بغداد. این بوده بغداد.
یا باز نقل قول کنم از یک جهانگرد اروپایی، ایشون چی نوشته؟ نوشته تمام این نواحی به طرز مطبوع و دلپذیری پوشیده از باغ و بوستان و خانه های ییلاقی و تفرجگاه های زیبا بود. در تمام این اماکن، منظورش بغداده، بازار، مسجد و حمام وجود داشت. این حمام داشت چیزی بود که تو غربم کم گیر می اومده. در ادامه می نویسه اینها برای مایل ها هر دو طرف رودخانه را درخشان کرده بود، اما آنچه این شهر را بزرگترین شهر دنیا کرده بود تنها این مناظر زیبا نبودند، بلکه دانشمندانی بودند که جواهر دنیا به حساب می آمدند. بله، بغداد این بود، مرکز آموزشی و علمی، کتابخونه ها، مراکز تحقیقاتی، در واقع مرکز عالم بوده به لحاظ آموزش و علم و کتاب و کتابخونه و تحقیق و زبان زد بود. این مثله داستان ما. در ادامه البته حضرت سعدی در اوج جوانی در همچین جایی بوده، سعادت زندگی در مرکز علم عالم رو داشته. جناب مصلح بعد از اینکه فارغ التحصیل میشه در بغداد، واعظ توری میشه، حالات آخون توری. چه میکنه؟ تو 30 سال از شام به دمشق، از دمشق به حجاز، از حجاز به بعلبک در لبنان امروزی، هی در رفت آمد بوده تو این شهرهایی که عرض کردم. بعدها البته تو اشعار استاد رد پای سفر به چین و هندوستان و حتی آفریقای شمالی را میتونیم ببینیم، اما از اون سفرها مطمئن نیستیم، ممکنه صرفا اشاره‌ای باشه، تخیل باشه، در واقع شاید رفته شاید هم نرفته. گفتیم روایات تاریخی سعدی با تخیل بسیار درآمیخته است که خب اساسا خاصیت اشعار ایشون هم هست این مسئله. اما به طور کلی حضرت سعدی این رو میتونیم قطعی بگیم که آدم دنیا دیده‌ای بود. خود جناب سعدی میفرمایند که اجازه بدید به اشعار خودشون رجوع کنیم. میفرمایند ایشون که در اقصای عالم بگشتم بسی، به سر بردم ایام با هر کسی، تمتع به هر گوشه ای یافتم، ز هر خرمنی خوشه ای یافتم. با وجود اشعار و شایعات بسیار، متاسفانه از زندگی شخصی و همسر در واقع مصلح داستان ما اطلاعات قطعی و دقیق در دسترس نیست. اما توی یکی از حکایات گلستان سعدی میخونیم که از صحبت یاران دمشقم ملامتی پدید آمد، تا وقتی که اسیر فرنگ شدم و در خندق ترابلوس با جهودانم به کار گل بداشتند. یکی از رؤسای حلب که سابقه میان ما بود گذر کرد و بشناخت و گفت ای فلانی این چه حالت است؟ در واقع خیلی خلاصه اگه بخوایم روایت رو بررسی کنیم به این میرسیم که حضرت سعدی میگه من خارج از ایران اسیر شدم، منو بردن اردوگاه کار اجباری، تا اینکه یه رفیقی داشت رد میشد منو شناخت و این رفیق قدیمی چه میکنه؟ سعدی رو 10 دینار میده، آزادش میکنه، نجاتش میده. بعدم میخواسته بهش حال بده، دخترش رو میده به سعدی. مهریه‌اش چقدر بوده؟ 100 دینار. یعنی نه تنها آزاد میکنه، دخترش هم بهش میده. حالا حکایت ادامه میدیم به این میرسیم که بعد از یه مدتی معلوم میشه خانوم، دخترمون، بنده خدا، بسیار بد اخلاق و بد دهن بوده گویا، جوری که حضرت سعدی توضیح میده که همسرش یه بار بهش گفته که تو آن نیستی که پدر من تو را از فرنگ باز خرید؟ گفتم بلی، من آنم که به 10 دینار از قید فرنگم باز خرید و به 100 دینار به دست تو گرفتار کرد. گرچه حالا دعوا کلا نمک زندگیه، ولی اینی که ما میبینیم دیگه خیلی شور شده، از حد نمک گذشته بود. برجهت از این حکایت دو برداشت میشه کرد. یک، مصلح زمانی در حلب اسیر بوده، حتی تو اردوگاهی گرفتار بوده، کار اجباری انجام میداده. دو، ایشون احتمال خیلی زیاد انتهای این وصلتش، فرجام این ازدواج، چیزی جز جدایی نبوده. یه سری از منتقدین معتقدند که سعدی بسیار ضد زن بوده و مثالهایی هم میارن در اشعار ایشون. حالا دلیلش واقعا 100% مشخص نیست. چرا؟ این اشعار وجود داره، اشعار ضد زن در سروده ها و نوشته های سعدی وجود داره، مسائل ضد زن، ولی دلیلش قطعی مشخص نیست. احتمالاً این روحیه جناب سعدی در وهله اول به فرهنگ اون زمان برمیگرده و جایگاه زن در اون ایام، در وهله دوم هم احتمالاً به تجربه شخصی خود ایشون برمیگرده که حالا مثالش رو زدیم که آقا ما از اونجا آزاد شدیم، اردوگاه کار اجباری اومدیم، بدتر شد که از اون گرفتار تو شدیم. حالا قضاوت با شما.
یه نکته رو اضافه کنیم. به نظر میرسه جناب سعدی یه بار دیگه هم در خارج از ایران ازدواج کرده و از اون ازدواجش هم صاحب یک دختر شده، اما متاسفانه دخترش رو به دلیلی که قطعی نیست از دست میده. یه دو بیت از شعر خود ایشون رو بخونیم در این رابطه، بد نیست توجه کنیم. حضرت سعدی میفرمایند که به سن آدرم طفلی اندر گذشت، چه گویم شزانم چه بر سر گذشت. در این باغ سروی نیامد بلند، که باد اجل بیخش از بن نکند. به هر حال سعدی آینده و مصلح اون زمان بعد از این اتفاق دوباره از خانوادش جدا میشه و یه جورایی برای فرار از اندوه این داستان میگه چیکار کنم؟ میگه خب برم مکه زیارتی بکنم. حالا میره مکه برای زیارت، انقدر تو این عربستان جنگ و کشت و کشتار خون بوده بالا میاره این بنده خدا، چیکار میکنه؟ حالش بد میشه، نمیمونه، جمع میکنه و دوباره برمیگرده به خیشتن خیش، برمیگرده به وطن. از کجا صحبت میکنیم؟ شما بفرمایید. شیراز. سعدی که حالا میان ساله برمیگرده وطن. مصلح داستان ما حدود 655 قمری برمیگرده. چه میکنه؟ میره تو خانقاه ابو عبدالله ابن خفیف، اونجا زندگی میکنه. پرانتز عرض کنم به محل زندگی، آموزش، گردهمایی و فعالیت درویشان و صوفیان میگفتن و میگن البته خانقاه یا خانقاه. در ادامه چه اتفاقی میفته؟ همونطور که پدر بزرگش زمانی پا ثابت دربار سعد ابن زنگی بود، حالا مصلح داستان ما پاش باز میشه به دربار پسر اون آقا، پسر سعد ابن زنگی. و وقتی میایم جلوتر میبینیم بسیار اینا با هم رفیق میشن، جیک و پیکشون با هم بوده، رفیق گرمابه و گلستان بودن با هم. کی بود حالا پسر سعد ابن زنگی؟ ابوبکر ابن سعد ابن زنگی. و اگر در رابطه با این آدم هم کمی بخوایم صحبت بکنیم، همانند پدر گویا حاکمی بوده منصف و عادل. اوضاع احوال شیراز اوضاع احوال خوبی بوده زمان ایشون، همانند زمان پدر. از اون برم مستقل از دربار ایرخانیان حکمرانی میکرده و کلن روزگار حکومت این آدم همراه بوده با شکوه و شوکت بسیار. اصلا اجازه بدید بشنویم از خود حضرت سعدی که در مدح پادشاه فارس چه گفته. ایشون میفرمایند که مرا طبع از این نوع خواهان نبود، سر مدحت پادشاهان نبود، ولی نظم کردم به نام فلان، مگر باز گویند صاحب دلان که سعدی که گوی بلاغت رو بود، در ایام بوبکر بن سعد بود. سر سرفرازان و تاج مهان، به دوران عدلش بناز جهان. گر از فتنه آید کسی در پناه، ندارد جز این کشور آرام گاه. جالبه زندگی سعدی در ایران همزمان با سقوط حکومت‌های خوارزمشاهیان و عباسیان بوده، اما چون ایشون به دربار بسیار نزدیک بوده و رفاقت هم داشته، همین رفاقتش با دربار امنیتش رو تا آخر عمر تضمین می‌کنه. اجورایی سعدی حتی تخلص خودش رو به واسطه ارادت و رفاقتی که با همین اتابک داشت انتخاب می‌کنه. کی بود اتابک؟ ابوبکر ابن سعد ابن زنگی. یعنی سعد ابن زنگی، سعدی از سعد ابن زنگی میاد. مصلح داستان ما تو استفاده از تخلص سعدی هم اتفاقا خیلی جدی بوده، جوری که تو اکثر غزلیاتش از تخلصش استفاده کرده، نه از اسم خودش. اشاره به سعدی میکنه، اشاره به تخلصش. و اجازه بدید ما هم از اینجای داستان به احترام تصمیم استاد کلن از نام حضرت سعدی و سعدی برای ایشون استفاده کنیم. برای ادامه بحث از کلام سعدی وام بگیریم که می‌فرمایند بسیار سفر باید تا بل پخته شود خامی.
اینجا دقیقا همون جای داستان ایشونه. جناب سعدی نه یک سال و دو سال و پنج سال و ده سال که 30 سال سفر کرده. یحتمل زمانی که به خودش و افکار خودش برمیگشته جناب سعدی این رو میدیده که پر از داستان و تجربه است. بعدتر در نوشته های ایشون هم میخونیم که به عنوان مثال فرمودند: به دل گفتم از مصر قند آورند، برای دوستان ارمغانی برند، مرا گر تهی بود از آن قند دست، سخنها های شیرین تر از قند هست. نتیجه جناب سعدی تصمیم گرفته بود سخنی شیرین تر از قند به سوغاتی بیاره، از درون خودش، از سفرها و تجربیاتش، و این سوغات رو تقدیم کنه به کی؟ به حاکم و رفیقش، جناب اتابک ابوبکر ابن سعد ابن زنگ. جالبه ابتدای گلستان سعدی زمانی که از ایشون صحبت میکنه، اجازه بدید یه تیکه شما نقل قول کنم که چطور از این آدم یاد میکنه که نشون دهنده نزدیکی و ارادت سعدی است به پسر سعد ابن زنگی. میفرماید سعدی: خداوند جهان و قطب دایره زمان و قائم مقام سلیمان و ناصر اهل ایمان، اتابک اعظم مظفر دنیا و دین، ابوبکر ابن سعد ابن زنگی ظل الله تعالی الافی ارزه، رب ارز و انهو و ارزهی، به عین عنایت نظر کرده است و تحسین بلیغ فرموده و ارادت صادق نموده. لاجرم کافه انام از خواص و عوام به محبت او گراییدند، کن ناسو علا دین ملوکهم. در ادامه البته حضرت سعدی می فرمایند که زان که تو را بر من مسکین نظر است، آثارم از آفتاب مشهورتر است. گر خود همه عیب ها بدین بنده در است، هر عیب که سلطان بپسندد هنر است. گلی خوشبوی در حمام روزی رسید، از دست محبوبی به دستم، بدون گفتم که مشکی یا عبیری که از بوی دلاویز تو مستم. به گفتم من گلی ناشیز بودم، ولی کن مدتی با گل نشستم. کمال همنشین در من اثر کرد، وگرنه من همان خاکم که است. یه نکته رو عرض کنم بسیار مهمه. بوستان سعدی واقعا عجیب غریبه، یعنی تو قد و قامت و در واقع اندازه بوستان سعدی ما نداریم، نداشتیم و نداریم و نخواهیم داشت. و این مطلبی هم که عرض میکنم اجازه علکی نیست، فکته، بر اساس ارق و جانبداری ملی واقعا نیست. یعنی سعدی دوستی من فقط باعث نمیشه این رو بگم. بوستان سعدی یا سعدی نامه که 4000 بیت داره حدودا، به انتخاب نشریه گاردین جزو 100 کتاب برتر تاریخ بشره. همونطور که اونور شاهنامه فردوسی چه جایگاهی داره، جزو 5 کتاب اصلی است که در ادبیات نمایشی تدریس میشه سراسر جهان. کنارش کتابایی، یکیشو مثال بزنم، آثار شکسپیر داره تدریس میشه. اینه که اگر بشناسیم ادبیات کهنمون رو و صاحبان این ادبیات رو، سرمونو میگیریم بالا. همینجا در ایران خودمون سرمونو میگیریم بالا. تاریخ بدانیم، یقین بدانیم که نگاهمون به همه چیز متفاوت میشه. سعدی نامه نخستین اثر حضرت سعدی است که به صورت شعر تألیف شده. پادشاه سخن این کتاب رو زمانی که تو سفر بود در قالب مثنوی و حماسی تنظیم میکنه و جالبه اشعارش در عین سادگی سرشارند از مفاهیم عمیق اخلاقی. این کتاب البته بعدن بوستان نامگذاری شد، اما تو خونه عملا همچنان سعدی نامه صداش میکنن. حالا شما هر کدوم راحتی بگو، بوستان سعدی یا سعدی نامه. یه تیکش با هم بخونیم و لذت ببریم. به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین، خداوند بخشنده دستگیر، کریم خطا بخش پوزش پذیر، عزیزی که هر کس درش سر بتافت، به هر در که شد هیچ عزت نیافت، سر پادشاهان گردن فراز، به درگاه او بر زمین نیاز.
در دوران سعدی غلبه زبان عربی به نظم و نثر فارسی واقعا بیداد می‌کرده، یعنی اصلا کسی جرأت نداشت فارسی بنویسه حتی صحبت کنه. اگرم کسی جای دو سه کلم نوشته همونو بر می‌داشته با کلمات عربی ترکیب می‌کرده که خدای نکرده شر نشه نه این بالا سرش، و واقعا می‌کشتن. ما در قسمت تاریخچه زبان فارسی مفصل صحبت کردیم در مورخ، پیشنهاد می‌کنم حتما ببینید این قسمت رو. اونجا گفتیم تا حدودی که چه اتفاقاتی افتاد، کسی یه جورایی جرأت نمی‌کرد حتی حرف بزنه، زبان عربی بود ولا غیر، حالا عرب عجم. به هر حال آقای سعدی هم با سابقه تحصیل در نظامیه عراق از این قاعده مستثنا نبود. عرض کردم تو بغداد تحصیل کرده بود. برجهت استاد چه میکنه؟ میاد در این کتاب یعنی سعدی نامه یا بوستان سعدی 10 باب رو برای ما باز میکنه که اجازه بدید بابها رو نام ببرم: عدل، احسان، عشق، تواضع، رضا، ذکر، تربیت، شکر، توبه و مناجات. اینا رو باز میکنه و این بوستان یک مقدمه طولانی هم داره در حمد خداوند که ابتداشو من درس کردم، و مخاطب به جای غرق شدن در آرایه های ادبی زیاد اتفاقا میاد در بوستان سعدی با یک زبان ساده و دلنشین روبرو میشه، یعنی مخاطب عام هم به راحتی میفهمه. این یکی از نکته ها و توانمندی های مهم سعدی است که فرقی نمیکنه کی بخونه. قسمت های حالا عربیش به کنار، توی نوشته هاش شعرها و حکایاتی که نوشته واقعا فرقی نمیکنه کی بخونه. به هر حال بررسی بوستان سعدی خودش پادکست جداگونه است، کارشناس خودش هم میخواد، تحقیق و پژوهش خودش هم میخواد. علاقه مند بودید بنویسید، با افتخار این کار رو خواهیم کرد و روش نازکتر خواهیم شد، رو این اثر بی‌نظیر ادبیات کهن پارس. یه نکته مهم رو دربارش صحبت کنیم. استاد حضرت سعدی به شاهنامه فردوسی هم بسیار علاقه داشته. به حضرت فردوسی تو بوستان سعدی اشاره های زیادی شده، به اسامی که تو شاهنامه هست، به اسم های اساطیری شاهنامه، حتی به ادبیات شاهنامه و خود حضرت فردوسی. از عمر سعدی با اینکه سنی مذهب بود، اینم نکته مهمیه، اصراری به تبلیغ مذهب خودش و زیر سوال بردن مذاهب دیگه تو آثارش کلن نداره. اینم نکته مهمیه. در واقع سعدی اومده یک نوع تأکید کلی رو اصول اخلاقی، اصول اخلاقی ذاتی کرده تو آثارش، گفته آدم باشیم. از اون بر حضرت سعدی تحت تأثیر افکار امام محمد غزالی که عرض کردم ایشون خیلی به فلسفه و منطق روی خوشی نشون نمیداد، سعدی هم اینو داره. از همون زمان بغداد خیلی روی خوشی به فلسفه و در واقع منطق نشون نمیده. یه جورایی میشه گفت تقدیرگراست حضرت سعدی، هم خودش و هم آثارش. اینم بگیم که تلاش و تاکید سعدی در بوستان برای اصلاح جامعه در نوع خودش واقعا نظیر، اینقدر اهمیت میده و هی اصرار میکنه روی این موضوع که آقا آدم باشیم، آقا دوست عزیز قربونت آدم باشیم لطفاً. در ادامه وقتی بوستان سعدی رو بیشتر روش نازک شیم، مفاهیمی مثل یگانه باوری، دوری از ریاکاری، فروتنی و انسان دوستی، اینها رو مثل نقل و نبات میبینیم که تو سطور بوستان سعدی قشنگ پخشه. اینه که میگم سعدی میگه آقا آدم باشید، مذهبو ولش کن، کدوم دینه ولش کن. یه قسمت دیگه از بوستان سعدی رو با هم بخونیم که در ادامه همون مدح خداوند که عرض کردم، حضرت سعدی می‌فرمایند که بر او علم یک ذره پوشیده نیست، که پیدا و پنهان به نزدش یکیست، مهیا کنه روزی مار و مور، اگر چند بی دست و پایند و زور، به امرش وجود از عدم نقش بست، که داند جزو کردن از نیست هست. و ما برسیم به گلستان سعدی. از پس بوستان سعدی گلستان سعدی آمد پدید، بی نظیر گلستان سعدی. یکی از افتخارات این بنده کمترین این بوده که این کتاب رو تبدیل به کتاب صوتی کردم، گوینده این کتاب بودم. تجربه بسیار جذابی بود، اساسا آگاهی رو بالا میبره، نگاه رو به زندگی تغییر میده. صحبت کنیم کمی از روند ایجاد گلستان سعدی. متاسفانه حضرت سعدی هم مثل بسیار هنرمندان دیگر در تاریخ حال خوشی نداشته.
بعد از بوستان سعدی. حالا افزایش سن و سال بوده، هر چیز دیگری، به طور کلی افسرده طور بوده. همایون کاتوزیان، تاریخ نگار، کاوشگر علوم سیاسی و منتقد ادبی، اعتقاد داره سعدی اوایل سال 656 قمری افسرده بوده، گوشه‌گیر بوده و رفقاش میان بهش اصرار میکنن که آقا بیا یه اثر دیگه خلق کن، از این حال و هوا میای بیرون و در نهایت این اتفاق میفته. جالب، این مدت زیادم نبوده ها، یعنی بین بوستان و گلستان کلن 7 ماه فاصله است، یعنی مدت افسردگی هم حالا خیلی زیاد نبوده. یا اجازه بدید به این شکل نگاه بکنیم، تو افسردگی و ناخوشی گلستان سعدی می نویسه سعدی، یعنی اگه حالش خوب بود چی کار میکرد؟ واویلا. البته هستن مورخانی که معتقدن نوشتن کتابی مثل گلستان با همچین سرعتی اصلا ممکن نیست، تو 7 ماه مگه میشه نوشت؟ و این دسته از مورخان معتقدند که مطالب از قبل آماده بوده، سعدی تو ذهن داشته یا حالا این بر اون بر بوده، اینجا جمع جور کرده شده گلستان سعدی. این نیست که به ذات خلق کرده باشه، به هر حال قضاوتش با شما. گلستان سعدی اثری است به نثر مسجع و البته آمیخته با نظم و شعر و در 8 باب. خیلی اسامی جذابی هم داره این باب ها. ببینید، سیرت پادشاهان غیر از دیباچه که اولشه، شروع میشه با سیرت پادشاهان، اخلاق درویشان، فضیلت قناعت، فواید خاموشی، عشق و جوانی، ضعف و پیری، تأثیر تربیت، آداب صحبت. کل زندگی رو حضرت سعدی توی گلستان سعدی ازش صحبت میکنه، به راحتی مسیر آدم بودن رو نشون میده. حالا میگه میخوای پند گیر یا حالا ملال، اجازه بدید ابتدای گلستان سعدی رو با هم مرور کنیم و بحثمون رو ادامه بدیم. حضرت سعدی میفرمایند که منت خدای را عز و جل که طاعتش موجب قربت است و به شکرندرش مزید نعمت. هر نفسی که فرو میرود ممد حیات است و چون برمی آید مفرح ذات. پس در هر نفسی 2 نعمت موجود است و بر هر نعمتی شکری واجب. از دست و زبان که براید که از عهده شکرش بدراید. گلستان سعدی هم یکی از تأثیرگذارترین کتاب هاست در ادبیات فارسی، ادبیات جهان. در واقع گزارشی است گلستان سعدی از جامعه زمان سعدی. هرچند که کمتر خبری از تاریخ و به اصطلاح تذکر نویسی توی این کتاب هست، یعنی تاریخ نگاری نکرده، اما این کتاب قشنگ یه تصویریه از اوضاع احوال فرهنگی و زندگی مردم ایران در دوره یکی ایلخانیان. اگر فرصت کنید تورقی بکنید گلستان سعدی رو، ملاحظه خواهید فرمود که به لطف تعدد حکایاتی که وجود داره در گلستان که اغلبم حکایات سیاسیه، خیلی چیزها بر ما روشن میشه چه خبر بوده. دکتر داریوش رحمانیان، استاد تاریخ دانشگاه تهران، به کتاب گلستان سعدی لقب سیاست نامه داده، اینقدر تاثیرگذاره. یادی کنیم از جناب استاد بیضایی، تو همین حوزه نقل قولی دارن، ایشون میگن مثلا شاهنامه فردوسی مکتب سیاسیه، مکتب اجتماعیه، مکتب خانوادگیه. اینه، ما این ادبیات غنی رو داریم و متاسفانه امروز مخصوصا نسل جدید، اگه ازشون بپرسیم که شما تا حالا خوندی شاهنامه رو، سعدی رو میشناسی، گلستان، حافظ رو میشناسی، جوابهایی که باش روبرو میشیم عجیب غریبه، بیشتر مثلا کیک پاپ کره‌ای میشناسن. به هر حال اجازه بدید برای درک بیشتر این مسئله بخشی از گلستان رو با هم بخونیم. حضرت سعدی می‌فرماید که پادشاه بر رعیت از آن محتاج تر است که رعیت به پادشاه، که رعیت اگر پادشاه نیست و اگر هست همان رعیت است و پادشاه بی وجود رعیت متصور نمی‌شود. در واقع حضرت سعدی ساده داره میگه که آقا حکومت بدون مردم، بدون پایگاه اجتماعی ممکن نیست و چقدر پندآموز است کلام حضرت سعدی. اما کیست که پند گیرد؟ بررسی و تحلیل کلام حضرت سعدی، البته کار متخصصین این امر بنده خیلی جسارت نمی کنم، اما از نکات جذاب گلستان مثلا اینه که خیلی جاهاش روایت اول شخص و حدیث نفس داریم می بینیم.
استفاده مکرر از موجزگویی که به معنای خلاصگویی است و حذف کلمات اضافی، اینو بسیار میبینیم. یا استفاده از تکنیک تضاد آرا و مجادله بین دو نفر که نتیجه چیه؟ بیان یک مفهوم. بسیار این رو میبینیم، چقدر هم استادانه استفاده میکنه از این تکنیکا. در واقع نثر گلستان جوری است که هر حکایت بیشتر از اینکه وابسته به دنیای تخیل و نظر سعدی باشه، حاصل دنیای واقعی است، حاصل تجارب واقعی حضرت سعدی است. پرانتز یادآوری کنم، 30 سال این آدم جهانگردی کرده و منبع تجربه است. در قالب این حکایات که احتمال زیاد اغلبشون هم واقعی بوده، داره به ما مطالبی رو میآموزه حضرت سعدی. اینم بد نیست بگیم تو این 30 سال فقط جهانگردی نکرده سعدی، تحصیل کرده، تدریس کرده، با فرهنگ بخش بزرگی از دنیای زمان خودش آشنا شده، آدمای مختلف. کلام جهان شمول یقین بدانیم که از انسان جهان دیده برمیاد و بر دل میشینه. و سعدی قطعا جهان دیده بود و یه جورایی میشه گفت علت تأثیر کلامش هم همین جهان دیده بودنشه. حالا یه نکته دیگه، مگه میشه کسی جهان دیده باشه 30 سال؟ و یک جایی دلش نلرزیده باشه؟ مگر می شود کسی جهان را دیده باشد و روزی جایی عشق را تجربه نکرده باشد؟ عرض می کنم. از پادشاه سخن غیر از بوستان و گلستان سعدی، نزدیک به 700 غزل هم برای ما به جا مونده که به عقیده اهل فن در اوج زیبایی، تراوت و خلوص کلامند. این غزل های به جا مونده، موضوع این غزلیات حالا چیه شما بفرمایید؟ عشق. بله، از ابتدا تا انتها عشق. و چه مدل عشقی؟ از اون مدلایی که خیلی سخت میشه به پروردگار، به معبود نسبتش داد که بگیم عشق خدایی است، عرفانی است. احتمال خیلی زیاد عشق زمینی بوده، برای معشوقی بوده. از اون ور موزونی و خوشاهنگی رو ببینیم در غزلیات سعدی که واقعا با زبان نمیشه توصیفش کرد. یه قسمتیشو بخونیم اصلا با هم و شما قضاوت بفرمایید. حضرت سعدی میفرمایند که من بیمایه که باشم که خریدار تو باشم، حیف باشد که تو یار من و من یار تو باشم. تو مگر سایه لطفی به سر وقت من آری، که من آن مایه ندارم که به مقدار تو باشم. خیشتن بر تو نبندم که من از خود نپسندم، که تو هرگز گل من باشی و من خار تو باشم. یا جای دیگر حضرت سعدی باز می‌فرمایند زیبا که از در آمدی و من از خود به در شدم، گفتی که از این جهان به جهان دیگر شدم. گوشم به راه تا که خبر می‌دهد ز دوست، صاحب خبر بیامد و من بی خبر شدم. چون شبنم افتاده بودم پیش آفتاب، مهرم به جان رسید و به عیوق بر شدم. گفتم ببینمش مگر درد اشتیاق ساکن شود، بدیدم و مشتاق تر شدم. خب برسیم به یک نکته واقعا قابل تأمل. طبیعیه که هر فرقه یا گروه یا هر مکتبی هستن، هر مکتب فکری بیاد سعدی رو تمام و کمال برای خودش بخواد، بزنه به نام خودش، نه سعدی، همه رو. کلام سعدی چه زمان حیات خودش چه پس از مرگش، تا همین الان که با هم صحبت میکنیم، از ایران تا هند، از هند تا چین، برو اون ور اصلا غرب، همه جا بسیار محبوب بود و هست و مورد احترام بود و هست و تو بشنو خواهد بود. به این دلیل میخوام بزنم به نام خودشون. کشورهای دیگه به کنار، فقط بشمریم تعداد ضرب المثل هایی که از کلام سعدی وارد فرهنگ خودمون شد، همین فقط. تو پرانتز بگم بسیار معتقدند که ضرب المثل آینه روح یک ملت است، بازتاب خلقیات کل اون جامعه است، تاریخش. اینجوری تأثیر سعدی رو ببینیم در ایران و بعد جهان. ما رو میشناسن به سعدی، به کلام سعدی. همین الان به این فکر کنیم، چند تا ضرب المثل هست که ریشه ایرانی داره و در زبان انگلیسی وجود داره، در زبان چینی وجود داره، در آمریکای جنوبی وجود داره، در اروپا وجود داره. این تأثیر ماست، قربونتون برم، تأثیر تاریخ و ادبیات ماست. خیلی به نظرم میرسه باز به این نکته برسیم، تاریخ بدانیم بیشتر خودمون رو میشناسیم. دنبال این نخواهیم بود که پاسپورت ما بی اهمیت ما رو راه نمیدن،
خودمون اول با خودمون درون خودمون میفهمیم چی کاریم، سرمون رو میگیریم بالا، بعد میرسیم مسائل بیرونی. به هر حال این فقط یکی از تأثیرات سعدی است. کلام سعدی آینه روح ایران زمین بوده، هست و بشنو خواهد بود در تمام این 700 سال و تا زمانی که تاریخ بر الواح تاریخ نگاشته خواهد شد. یه مثال بزنیم. مشک آن است، بفرمایید شما، مشک آن است که خود ببوید، نه آن که بله عطار ببوید. یه مثال دیگه. ترسم نرسی به کعبه ای اعرابی، کین ره که تو میروی به کجاست؟ به ترکستان است. اینو باباها به پسرها میگن. اینا ضرب المثلایی است که داریم استفاده میکنیم و جهانیان استفاده میکنن، هر کی با ادبیات خودش. باز مثال بزنیم. ادب از که آموختی؟ باز مثال بزنیم. از کوزه همان برون تراوت که در اوست. باز مثال بزنیم. آن را که حساب پاک است از محاسبه چه باک است. امروزیش شما کامنت بفرمایید و خواهش میکنم باز مثال هایی که همین الان به ذهنتون رسید رو کامنت بفرمایید. خیلی از شما خوبان در ایران زندگی نمیکنید، تأثیر سعدی رو در اون جامعه‌ای که زندگی میکنید برای ما بنویسید تا همه با هم لذت ببریم. خب تاریخ رو بیایم جلو، از قرن هفتم کمی فاصله بگیریم، بیایم همین الان همین لحظه ببینیم مخاطبان معاصر در مورد استاد سخن چی میگن و چی مینویسن. از تأثیرات صحبت کنیم بیشتر. پروین اعتصامی از مشهورترین شاعران زن ایرانی بسیار تحت تأثیر کلام و سبک سعدی بوده. ابراهیم گلستان، گرچه هر کدوم از این اسامی، پروین اعتصامی، ابراهیم گلستان، خودشون پادکست جناگانن، صرفا من مختصر میگم و رد میشم. آقای گلستان که اتفاقا مرداد سال گذشته ایشون رو از دست دادیم، روحشون هر جا هست در آرامش، از شناخته شده ترین نویسنده ها و فیلمسازان ایرانی بودن و رد پای سعدی رو واقعا میشه در نوشته های ایشون دید. در واقع فرای جنسیت و سن و سال و همه اینها، سعدی مخاطب خودش رو همواره پیدا کرده در طول تاریخ و خواهد کرد. حالا تا اینجا از شهرت و محبوبیت سعدی در شرق گفتیم، در کشور خودمون گفتیم، کمی حالا سرمون رو برگردونیم اون سمت دنیا رو ببینیم، اون سمت نقشه رو. اروپا هم از کلام استاد سخن بی نصیب نبوده و نیست. گوته، شاعر مشهور آلمانی که تقریبا همه میشناسیم، سعدی رو بسیار خوب میشناخته. یا رالف والدو امرسون، شاعر آمریکایی قرن 19، این آدم معتقد بوده که سعدی به زبان همه اقوام سخن گفته، استاد سخن. این آدم معتقد بود حرف سعدی، سخن سعدی همانند شکسپیر و هومر همباره تازگی دارد. اینه که بوستان سعدی به طور مثال میاد جزو 100 اثر برتر ادبیات تاریخ بشر. یا از حضرت فردوسی باز یاد کنیم، مثال دیگه. همه اینها دارایی های ماست. شاهنامش میاد جزو 5 اثری که تدریس می شود در دانشگاه های سراسر جهان. و اجازه بدید این سوال از خودمون بپرسیم که چقدر حضرت سعدی، فردوسی، خیام، مولانا، حضرت حافظ و هر آن اسمی که شما بیاورید، چقدر این بزرگان امروز در دانشگاه های ایران زمین به هنرجو و دانشجو ادبیات نمایشی یا هر در واقع رشته‌ای که مرتبطه تدریس میشه، چقدر از اون میخوان؟ یا چند نفر امروز میتونیم پیدا کنیم دور و برمون که اصلا فارغ التحصیل در هر مقطعی که شما میگید باشه در همین حوزه، و ازش بپرسیم چه گفت حضرت سعدی در فلان در واقع اثرش، داستان شاهنامه چیه، سه خطیشو بگو. بله، قضاوتش با شما. پس جناب سعدی همچین گستره جهانی باشکوهی دارد، اما واقعا حیفه که ما حقایقی که به خودی خود باشکوهن رو ول کنیم بریم سراغ دروغ و شایعه و افسانه. یعنی چی؟ مثال، بارها شنیدیم یا خوندیم شعر مشهور بنی آدم اعضای یک دیگرند یا یک پیکرند که در آفرینش سه یک گوهرند از گلستان سعدی. کجاست این شعر؟ رو سردر ورودی سازمان ملل تلاکوب با خط نستعلیق. اینو بارها شنیدیم، اما باور بفرمایید دروغی بیش نیست.
همچین چیزی وجود نداشته و نداره. حالا اینکه اساساً این شعر با سیاست‌های سازمان ملل چقدر جوره یا نیست، اینکه آیا امروز واقعاً اینجوری هست که چه عضوی به درد آورد روزگار دیگر عضوها را نماند قرار چقدر رعایت میشه یا نه در سازمان ملل یا روابط کشورها بحث دیگری است. چون اگر همین الان نگاه کنیم به دنیای اطرافمون خوب می‌بینیم که کلی درد و رنج و این مسائل هست. سازمان ملل هم نهایتاً چیکار میکنه؟ ابراز نگرانی میکنه، یعنی کلی عضو به درد آورده است روزگار، دیگر عضوها را اصلا مانده است قرار گویا. نیست اینجوری. به هر حال قضاوتش با شما، اما این فقط یکی از شایعات یا دروغ‌هایی بود که از حضرت سعدی و امثال هم ساختند. همواره زمانی که این صحبت پیش میاد و این مطلب گفته میشه، بنده بارها شنیدم که میدونستی سعدی بابا شعرش فلانجاست، من از اون دوست سوالم اینه که 3 بیت از سعدی میخونی؟ یا سوالم اینه که اول فردوسی بود یا سعدی بود؟ به نظر بنده این بنده کمترین اینا مهمتره تا ما ظاهر رو نگه داریم. ما ایرانی هستیم، آی زمانی فلان بودیم، تا زمانی که به نظر این بنده حقیر، تا زمانی که من و شما آن زمان رو نشناسیم، تاریخمون رو ندونیم، مسیر رو پیدا نمی کنیم. حالا صبح تا شب بریم تو پاسارگاد استوری بگیریم، شلوغ کنیم که ببینیم ایرانیان را چقدر ما علاقه مندیم. خب برسیم به انتقادات و اتهاماتی که به حضرت سعدی وارد میشه، میکردن، میکنن و توبشت رو خواهند کرد. ابتدای بحثم عرض کردم، اونجا گفتم در ادامه توضیح خواهم داد، اینجا اونجاست. استاد سخن طبیعتاً منتقد و مخالفم زیاد داشته و داره، اما سوال کیا منتقد هستند و چی میگند؟ به تاریخ نگاه بکنیم باز و با فکت تاریخی صحبت کنیم. مثال، با شروع جنبش مشروطه 1280 موج انتقاد از سعدی همه‌گیر میشه. دوستان روشنفکر آموزه‌های اخلاقی سعدی رو به نوعی کهنه میدونستن، ناسازگار میدونستن با چی؟ با هنجارهای اجتماعی جدید. میگفتن آقا الان به کار نمیاد، این مال اون زمانه. در واقع تو نبرد بین سنت و مدرنیته سعدی رو سنتی میدونستن. حالا کیا بودن این دوستان روشنفکران مخالفان؟ مثال بزنیم، میرزا فتحعلی آخوندزاده، میرزا عبدالرحیم طالبوف تبریزی یا میرزا آقاخان کرمانی. بد و بیراهی که این دوستان در تاریخ نثار سعدی کردند، نثار آثار سعدی کردند، به حدیه که مخاطب کلن جرأت نمی کرده لای کتاب رو باز کنه، لای کتاب این دوستان رو یا لای کتاب سعدی رو جلوی این دوستان باز کنه. بله، یه مثال بزنیم. یه کتابی هست به نام جدال با سعدی در عصر تجدد، نویسنده کیه؟ کامیار عابدی. و ایشون تو این کتاب اومده به این انتقاداتی که به سعدی شده یه نگاه کاملی انداخته و اجازه بدید چند تا شبنده مثال بزنم اینجا. خیلی کتاب جذابی هم هست، پیشنهاد میکنم فرصت کردید حتما بخونید. البته پیش نیازش خواندن آثار سعدی است که خب اینجا بتونیم تحلیل بهتری داشته باشیم. اون رو بخونید و بعد این رو نگاه کنید بهش. ضمن اینکه صوتی بوستان سعدی، گلستان و امثال هم وجود داره، به نظر میرسه توی ترافیک میتونه خیلی انتخاب خوبی باشه. برجه این کتاب رو بررسی کنیم، این مثالی که عرض کردم. آقای کامیار عابدی مثلا نوشته علاقه سعدی به دروغ مصلحت‌آمیز یا حمایت از خاندان عباسی، اینا رو میگه آقا انتقادیه که به سعدی میشه، حمایت از خاندان حاکمان وقت، خاندان عباسی، یا نگاه تحقیرآمیز به زنان، ضد زن بودن سعدی، هواخواهی از ثروتمندان و حاکمان، از اونور تقدیر گرایی و عشق به مردان و شاهدبازی. آقای کامیار عابدی در کتابش جدال با سعدی در عصر تجدد میگه اینهایی که من گفتم، همین چندتایی که مثال زدم، مشتی است از خربار انتقادات به کلام سعدی. برای دوستانی که نمیدانند شاهد بازی یا نظر بازی چیست، مختصر توضیح بدم که علاقه مردان به پسرهای معمولاً کم سن و سال رو بهش میگفتند شاهد بازی یا نظر بازی. به هر حال این که این مسائل درست یا نه قضاوتش با شماست، باید آثار سعدی مطالعه بشه، بعد این مدل کتاب‌ها و انتقادات به سعدی هم مطالعه بشه، در نهایت به جواب این سوال شما برسید. اما اجازه بدید یکی از یا چند تا از اشعار مرتبط با این انتقادات رو بخونیم. حضرت سعدی می‌فرمایند که
نام سعدی همه جا رفت به شاهد بازی، وی نعیب است که در مذهب ما تحسین است. یا جای دیگر در غزلیات سعدی میخونیم که ایشون فرمودند سعدیا گوشه نشینی کن و شاهد بازی شاهدان است که بر گوشه نشین میگذرد. یا باز جای دیگه در اشعار سعدی میخونیم که میفرمایند جماعتی که نظر را حرام میدانند نظر حرام بکردند و خون خلق حلال. به هر حال همین مثال هایی که عرض کردم یا مسائلی که ازش صحبت کردیم و بسیار ابیات دیگر شاید باعث شده مثلا باز مثال بزنیم احمد کسروی، تاریخدان، زبانشناس، پژوهشگر، حقوقدان و اندیشمند ایرانی بسیار گرفتاری داره همین ایشون با حضرت سعدی. یه لقب داده اصلا احمد کسروی به سعدی، میگه مرد ناپاک. حالا یه سوال مطرح کنیم، در مقابل این انتقادات، اتهامات، جبهه سعدی دوستان چه جوابی دارن؟ چی میگن؟ یه قسمت شو گفتیم دیگه ابتدای بحث، این دوستان میگن آقا سعدی کشی این کار نکنید. حالا اون به کنار، این دوستان در مقابل این اتهامات میگن که آقا شعر شاعر لزوماً ربطی به زندگی شخصیش نداره، چی میگی؟ مبتنی بر تخیل هستن، سعدی هرچی گفته مگه اونجوری بوده؟ این همه شاعر و نویسنده داریم، مگه هرکی هرچی گفته زندگیش کرده اون شکلی بوده؟ چه منطقیه؟ حضرت سعدی قرآن شناس بوده، علوم دینی خونده، سالها تو بغداد اصلا مدرس بوده، آخوندتوری بوده. در واقع معتقدند سعدی دوستان که سعدی یک شخصیت چند وجهی داشته، شاعر بوده، واعظ دین بوده، مشاور سیاسی بوده، به طور کلی آدم پیچیده‌ای بوده و قطعا همچین آدمی، یک آدم پیچیده که خب تو دربار رفت آمد میکنه، واعظ مذهبی است، مشاور سیاسی است، خب آدم توانمندی، شاعر هم که است. بالاتر رو عرض کردم همه دوست داشتن با سعدی مراوده داشته باشن. دوستان سعدی دوست معتقدند همچین شخصیتی قطعا دشمن داره، داشته، داره، خواهد داشت. دشمن هم زاد و ولد کردن، اصلا اول سینه به سینه دشمن سعدی موندن و این مسئله اصلا عجیب نیست. در نهایت پاسخ به این سوال که آیا سعدی بد کردار بوده یا نیک کردار، قضاوتش قطعا با شماست. اما خود جناب سعدی در فرمایشاتش میفرمایند که هیچ کس بی عیب نیست. ایشون می نویسن جایی در آثارشون که هیچ کس بیدامنی تر نیست، لیکن پیش خلق باز می پوشند و ما بر آفتاب افکندیم. در نهایت اگر بخوام وام بگیرم از کلام حضرت سعدی، میتونیم به این برسیم که در آفتاب افکندن ایرادات و کردار و همین بحث سعدی کشی یه جورای بیمهری ریاکارانه است به کلیات کلام ارزشمند سعدی. یادی کنیم از کلام عیسی مسیح مثلا، یه نقل قول داره عیناً عرض میکنم، یه بنده خدایی رو میخواستم به یک گناهی سنگسار کنن. داستان طولانیه، بسیار جذاب، جستجو بفرمایید، بسیار جذاب این داستان. به هر حال میان سراغ عیسی مسیح، میگن آقا شما سنگ اولو بزن، ما ادامه میدیم دیگه، کارو در میاریم. عیسی مسیح در جواب میگه که کسی که گناه نکرده تا حالا بر اولین سنگ اون بزنه. کلن قضیه کنسل میشه، همه میرن خونه. و اجازه بدید نتیجه بگیریم از همین بحث و از این مثال. سعدی شیرازی مثل حافظ، مثل مولانا، مثل فردوسی، مثل همه، تمام تلاشش رو انجام داده، یا همه تلاششون رو انجام دادن. برای چی؟ برای زنده نگه داشتن زبان فارسی. دوستان عزیزم به این فکر کنیم که با هجوم اعراب تنها کشوری که زبانش حفظ شد ایران زمین بود. چرا مصر امروز عربی صحبت میکنن؟ مگر عربی صحبت میکردند؟ یا بسیار کشورهای دیگه مثلا آفریقا، سودان، مگر عربی صحبت میکردند؟ چگونه میشود که امروز با گذشت بیش از 1400 سال ما زبانمون رو نگه داشتیم و اونا دارن عربی صحبت میکنن؟ چگونه میشود که من و شما امروز عربی صحبت نمیکنیم با هم؟ دلیلش چیست؟ باز پیشنهاد میکنم قسمت تاریخ زبان فارسی رو ببینید، بشنوید از پادکست مورخ. اما اینجا به سادگی میشه به یکی از دلایلش پی برد که این حضرات، حافظ، مولانا، سعدی شیرازی، فردوسی طوس، اینها ایستادند و جنگیدند، زبان فارسی، فارسی رو حفظ کردند که امروز من و شما هویت داشته باشیم. و در این راه این بزرگان قطعا معصوم نبودند، قطعا ادعای معصومیت نکردند.
چرا باید انتظار داشته باشیم که سعدی که اینا رو میگه خودش چرا فلان نبوده، چرا مثلا ضد زن بوده؟ اوکی اونجاهاش رو استفاده نکنیم، جاهایی که پند میده میگه آقا شاه حکومت بدون مردمش حکومت نیست، یا میگه بنی آدم اعضای یکدیگرند، اینها رو برداریم و ازش لذت ببریم. هستن دوستانی که در همه چیز میگردند و یک چیزی رو پیدا میکنن کل رو میبرن زیر سوال. برحال تمام عرایز بنده پیشنهاد است، قضاوت با شما. اجازه بدید یادی کنیم از پروین اعتصامی مجدد، چون اسم ایشون اومد و در همین رابطه یک شعر بی نظیر داره ایشون که گویای همه چیزه. در راستای مثالی که از عیسی مسیح زدیم که گفت اول سنگو کسی بزنه که گناه نکرده، پروین اعتصامی سروده: محتسب مستی بره دید و شما بفرمایید گریبانش گرفت. مست گفت ای دوست این پیراهن است افسار نیست. گفت مستی زان سبب افتان و خیزان می روی. گفت جرم را رفتن نیست رهموار نیست. گفت می باید تو را تا خانه قاضی برم. گفت رو صبحای قاضی نیمه شب بیدار نیست. گفت نزدیک است والی را سرای آنجا شویم. گفت والی از کجا در خانه خمار نیست. گفت تا داروغ را گویم در مسجد بخواب. گفت مسجد خوابگاه مردم بدکار نیست. گفت دیناری بده پنهان و خود را وارهان. گفت کار شرع کار درهم و دینار نیست. گفت از بحر قرامت جامعت بیرون کنم. گفت پوسیده است جز نقشی زپود و تار نیست. گفت آگه نیستی که سرت در افتادت کلاه. گفت در سر عقل باید بی کلاهی آر نیست. گفت باید حد زند هوشیار مردم مست را. گفت هوشیاری بیاور اینجا کسی هوشیار نیست. حضرت سعدی 30 سال از عمرش رو صرف شناخت و سفر کرد، 30 سال بعد رو هم به اندیشه و خلق آثار اختصاص داد. استاد سخن 3 رساله داره با نامهای متایبات، مضحکات و خبیثات که به مجموع این ستا میگن هزلیات سعدی. لحن حضرت سعدی در این رسالات بسیار شوخ طبع و بی‌پرواست و به قدری هنرمندانه و جذابه که حتی وقتی ترجمهش میکنن از زبان اصلی ترجمه میکنن به زبانهای دیگه کیفیت از دست نمیره، جذابیت هست. در حالی که هستند آثار بسیاری که وقتی ترجمهشون میکنیم عملاً هویت گم میشه، دیگه اون جذابیت زبان اصلی رو نداره. اینه هنر سعدی. و حال این که ما ارج می نهیم به این هنر یا نه بحث دیگری است، قضاوتش با شما. حداقل کاری که کردیم شاید اینه که 1381 مرکز سعدی شناسی ایران تصمیم گرفت یک روز از تقویم رو، یعنی روز اول اردیبهشت رو، به عنوان روز بزرگداشت سعدی انتخاب کنه. هرچند که یک روز در سال واقعا برای قدردانی از کلام این استاد بزرگ کافی نیست، اما قطعا میتونه شروع خوبی باشه. برای چی؟ برای یک مسیر همیشگی، مسیری که در اون بزرگانمون رو بشناسیم و ارج نهیم. اجازه بدید از خود حضرت وام گیریم که میفرمایند سعدیا دی رفت و فردا همچنان موجود نیست، در میان این و آن فرصت شمار امروز را. به هر حال ما از حضرت سعدی کتاب ها میتونیم بنویسیم، میشه ساعت ها از ایشون حرف زد، میشه کانال پادکست جداگونه زد و واقعا در رابطه با سعدی و آثارش صحبت کرد و بزرگانی چون سعدی. به دقایق پایانی این قسمتمون داریم نزدیک میشیم و اجازه بدید از روزهای پایانی سعدی هم صحبت کنیم. روزهای آخر زندگی حضرت سعدی احتمال بسیار زیاد کمی سنگینتر و متفکرانه تر از روزهای پر انرژی جوانیش بوده. استاد سالهای آخر عمرش رو تو یک خانقاه در شمال شرقی شیراز دامنه کوه پهندج یا فهندج و کنار باغ دلگشا، یه همچین جایی میگذرونده که امروز بهش چی میگن؟ سعدیه.
این محل رو به عنوان سعدی امروز میشناسیم. احتمالاً بسیاری از مخاطبان ما دیدن کردن از سعدیه و پیشنهاد میکنم اگر ندیدید با تمام این توضیحاتی که در دقایق اخیر این بنده کمترین و مورخ عرض کرد نگاهی به سعدیه زیبا بندازید در اولین فرصت. به هر جهت تاریخ فوت سعدی هم درست مثل مابقی جزئیات زندگیش دقیق روشن نیست. جایی میشنویم که 17 آذر ماه سال 670 هجری قمری بوده، در حالی که هستند دوستانی که معتقدند سعدی مهر ماه سال 671 از دنیا رفته. به هر حال حدودش قطعی است و مشخص اوایل دهه 70 قرن 7 ایشون دار فانی رو ودا گفت. روحش هر جا هست، در آرامش که در آرامش هست، بهترین جاست. اسنادی هست که نشون میده بعد از درگذشت سعدی پیکرش رو تو همون خانقاهی که زندگی میکرد به خاک سپردن، اما چندی بعد به دستور کریم خان زند یه ساختمون آجوری اونجا بنا میکنن که شامل 2 طبقه بوده و مزار سعدی تو یک محفظه چوبی در اتاق شرقی طبقه پایین قرار میگیره به دستور کریم خان زند. این بنا البته متاسفانه امروز و به مرور زمان تخریب شده، بعدم تخریب شده، اما در ادامه زمانی که حافظیه شیراز ساخته شد برای حضرت حافظ به این نتیجه رسیدند، و چه نتیجه بی‌نظیری البته که تبعیض قائل نشیم بین حضرات بزرگ ادبیات تاریخ ایران زمین، چه کردند مسئولان وقت؟ عمارت جدیدی طراحی و ساخته شد توسط 2 معمار بی‌نظیر ایرانی، آقایان محسن فروغی و علی صادقی، و سعدیه امروزی حاصل دست این عزیزان و سایر دوستانی است که اون زمان بودند و هر کی که دستش می‌رسید کاری کرد. بزرگان و عالمان زیادی زمان مرگ وصیت کردند و تأکید که قبرم نزدیک سعدی باشه، محل دفنم نزدیک سعدی باش. به همین جهت که امروز اطراف مقبره سعدی هستند انسانهای بزرگ و معروفی که اونجا آرمیدند. مثالشو من بزنم یه دونه، شاعر پرآوازه زمان قاجار شوریده شیرازی مقبرش تو سعدی است. الباقی رو شما بفرمایید، برای ما بنویسید چه بزرگانی در سعدیه و نزدیک مقبره حضرت سعدی آرمیدند. آوازه ابو محمد مشرف الدین مصلح ابن عبدالله ابن مشرف ملقب به حضرت سعدی، هرچند که در زمان خودش و خلاف ادعای خودش به تمام عالم نرسید، اما در مدت کوتاهی چند سال بعد به نقاطی از جهان رسید که سعدی فکرش هم نمی کرد. یقین داریم که تا زمانی که تاریخ هست این آوازه میان انسانها در نسل‌های پس از ما برای آیندگان ما هم به جا خواهد ماند و آیندگان ما هم به حضرت سعدی و ادبیات پارس و این تأثیر شگرف افتخار خواهند کرد. اجازه بدید این قسمت رو به پایان بریم، این دفتر رو به پایان بریم با کلام و اجازه استاد، کلامی که حال و هوای روزهای آخر حضرت سعدی رو میتونه برای ما روشن‌تر کنه. حضرت سعدی میفرمایند: روزی که زیر خاک تن ما نهان شود، وانها که کرده ایم یکایک عیان شود. یا رب به فضل خیش ببخشای بنده را، آن دم که عازم سفر آن جهان شود. بیچاره آدمی که اگر خود 1000 سال مهلت بیابد از اجل و کامران شود، هم عاقبت چو نوبت رفتن به دور رسد، با 100,000 حسرت از اینجا روان شود. فریاد از آن زمان که تن نازنین ما بر بستر هوان فتد و ناتوان شود، اصحاب را ز واقعه ما خبر کنند، هر دم کسی به رسم عیادت روان شود. نامی ز ما بماند و اجزای ما تمام، در زیر خاک با غم و حسرت نهان شود، وانگه که چند سال بر این حال بگذرد، آن نام نیز گم شود و بینشان شود. حال این که نام حضرت سعدی گم شد است و بینشان، یا خیر، حال این که ما چه کردیم و چه باید می کردیم، قضاوتش با شما.
زمان ما به فرجام رسید و کلام ما هم. من احمد هاشمی هستم و تنها نیستم. این اپیزود هم به همت تیم مورخ در استودیو پیکان تهیه و تولید شد. ضمن اینکه در ادامه با هم خواهیم دید با افتخار ویدیوهای ارسالی از طرف شما خوبان رو تا چند روز آتی و موضوع جذاب بعدی در پادکست مورخ. سالم باشید و در صلح. شما رو به تاریخ میسپارم و میبینمتون. های هاشمی، تیم قوی مورخ دست شما درد نکنه. واقعا ممنونیم. یکی از بهترین ادیکشن های فکر کنم دنیا اعتیاد به کانال های شماست، چه یوتیوب چه پادکست. ولی جهت اطلاعتون، ما تو ایران با این اینترنت فشل و وی پی ان های سخت یوتیوب شما رو میبینیم. راستش رو بخواید به خاطر حمایت از کانال و از بقیه هم خواهش دارم که یوتیوب رو ببینن به خاطر مزایایی که قطعا همه میدونیم برای شما میتونه داشته باشه. خواستم تشکرم مجددا واسه بار چندم خدمتتون عرض کنم. بیت آخرم میذارم برای خودت. یاد یار مهربان آیت همین. حضرت رودکی در 237 خورشیدی شاعری. با سلام خدمت تیم مورخ، بسیار خوب و حرفه‌ای اومدن. امروز اومدیم یه فروشگاه ایرانی تو لس آنجلس خرید کنیم. نگاه کردم دیدم بهرام‌های هاشمی داره صحبت می‌کنه. کلی خوشحال شدیم. این دوستمونم اینجا زحمت میکشن رو، ولی همچنان که کار میکنه برنامه بسیار باحال شما رو دنبال میکنه. توسط جمال عبدالناصر رهبر ملی گرایان عرب تمام منطقه ما و همینطور توسط هواداران او خوانده میشد و برای مدتها از رادیو قاهره هم مدام پخش میشد. اما همین آقای عبدالناصر که زمانی چنین شعاری داشت، من الخلیج الفارسی الى المحیط الاطلسی، بعد از گذشت زمان و روزگاری دیگر به همین من الخلیج الفارسی، به همین خلیج فارس گفت، خلیج عربی. خدا آقای جمال عبدالناصر، و سوال چرا این اسم خلیج عربی از کجا اومد؟ وقتی اسناد تاریخی نشون میده که اسم این خلیج